درود به همه مخاطبین سایت ریتم زندگی. با سری جدید برنامه های آشپزی تی وی پلاس تو خونه خودم و توی آشپزخونه خودم در خدمتتون هستم. با آشپزخونه من خوش اومدید. تو سری جدید برنامه های آشپزی تی وی پلاس قصد دارم یه مجموعه از غذاهای سری و خیابونی رو براتون آماده بکنم. اولین غذایی که براتون در نظر گرفتم ساندویچ استیک. بریم با هم طرز تهیهش رو. تفاوت استیک ساندویچی با استیک پرسی توی نوع گوشتش نیست. در حقیقت تفاوت این دوتا توی وزنش و اندازش و شکل آماده سازیشه. استیک هایی که کمتر از 150 گرم وزن دارن ما استیک ساندویچی میگیم. قبل از شروع کار برای اینکه گوشت به تخته نچسبه تخته رو یه مقدار با آب خیس میکنیم. گوشتایی که وزنشون حدوداً 120 گرمه روی تخته میذاریم. برش های بسیار باریک حدود 1-1.5 سانتی از گوشت راسته گوساله. برای اینکه به بیفته کوبمون هم نچسبه گوشت اونم یه مقدار خیس میکنیم و شروع میکنیم قشنگ با قدرت کوبیدن. همونطور که میبینید استیک بعد کوبیده شدن ضخامتش کمتر شده و مساحتش هم حدوداً نیم برابر بیشتر شده. قبل از این ضخامت گوش حدوداً 1-1.5 سانتی متر بود. الان ضخامت گوش حدوداً بین 0.7 سانتی متر تا 5 میلی متر، یعنی ضخامت گوش کمتر شده. حالا الان گوشتمون آماده است که مایه مارینید رو درست کنیم و اونو توی مایه بخوابونیم. برای درست کردن این مایه، یعنی برای حدود 400 گرم گوش یا 3 تا استیک، من از روغن ذرت استفاده میکنم، حدوداً 1/3 پیمونه. یک قاشق مرباخوری سس خردل، یک قاشق مرباخوری پر. همین حدود سس مایونز به اضافه نمک و فلفل. اگه دلتون خواست حدود نصف قاشق چایخوری یا هر مقداری که خودتون میپسندید و ذائقتونه میتونید پودر سیر هم بهش اضافه کنید. همه مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. کاری که خردل انجام میده علاوه بر اینکه گوشت رو ترد میکنه مزه خیلی خوبی هم به گوشتتون میده. باز مقدار اونم خیلی به سلیقه خودتون بستگی داره. میتونید این خردل رو بیشتر بریزید، طعم خردل گوشتتون بیشتر میشه. ولی دیگه یه قاشق غذاخوری برای اون مقدار روغنی که بهتون گفتم، یعنی 1/3 پیمانه، کمتر این کارو نکنید. احتمالا این سوال براتون پیش میاد که تو مایه‌ای که گوشت قرمز رو میخواییم بخوابونیم قاعدتا نباید نمک بزنیم. من یه نکته میخوام بهتون بگم، اینکه گوشت شما اگه بیات یا به اصطلاح مونده باشه، گوشتتون قبلا مدتی که باید استراحت میکرده رو کرده و در این زمان گوشتتون کاملا نرم شده. معمولا بهتره وقتی گوشت راسته واسه استیک میخرید توی دو تا کیسه بدون هوا توی سردترین نقطه یخچال برای حداقل 3 روز بذارید. رنگ گوشتتون هم یه خورده تیره میشه ولی اتفاق مهمی نمیفته واسش. اون موقع گوشتتون کاملا ترد و نرم شده. بعدن دیگه حالا تو مایه‌اش اگه نمکم بزنید هیچ اتفاقی نمیفته. گوشتمون رو قشنگ مارینت کردیم، توی مایه خوابوندیم. بهتره بین حداقل 3 ساعت تا 24 ساعت توی مایه بمونه. هر چی بیشتر بمونه خب طعم بهتری میگیره. برای درست کردن این سالسا اول از همه 2 دونه پیاز چرو، هم قسمت های سفید و هم قسمت های سبزش رو حلقه حلقه خیلی نازک خورد میکنم. بعد از پیاز چرو من 2 فلفل کبابی، یه فلفل قرمز و یه فلفل سبز در نظر گرفتم که اینا رو ساتوری کنم و خورد کنم و اضافه کنم به پیاز چرو. میتونید این فلفل ها رو با فلفل تون جایگزین کنید ولی قاعدتا سالساتون سالسای تندی میشه دیگه. اون دست خودتون میدونید که چیکار میکنید. تمام موادی که تا الان خورد کردیم برای سالسا عطر و رنگ بسیار خوبی به سوسمون میدن، ولیکن الان ما نیاز به یه چیزی داریم که بافت خیلی خوبم بهمون داره. قاعدتا قارچ بهترین انتخاب برای یه بافت خیلی خوب و خوشمزه و ترد که زیر دندون بیاد توی سوسمون. خب مواد اصلی سالسامون همینا بودن. الان وقتشه که اینا رو توی حد اکثر یه قاشق غذاخوری روغن تفت بدیم. اگه روغن زیتون استفاده بکنید که قاعدتا هم کیفیت هم طعم و
عطر و مزه همه چیش خیلی بهتر خواهد. همه این مواد رو حدوداً 3-4-5 دقیقه یعنی تا زمانی که نرم بشن تف میدیم. توی مرحله آخر یه سبزی معطر ساتوری مثل حالا ترخون یا جعفری حدود 1-2 قاشق غذاخوری بهش اضافه میکنیم و اگر دوست داشتید حالا پودر سیر، فلفل، نمک هم که خب باید بزنید بهش دیگه. بعد از اینکه آب گوجه فرنگی و قارچ و اینا تبخیر شد، من حدود یه قاشق غذاخوری هم ترخون ساتوری بهش اضافه کردم و دیگه وقتش که زیرش رو خاموش بکنم، چون بیشتر از این ترخون رنگش عوض میشه، عطرش هم میپره. فقط لازمه که اینا رو با هم دیگه یه کوچولو مخلوط کنیم. ما ایرانی ها معمولا عادت کردیم کنار ساندویچی که میخوایم بخوریم حتما سیب زمینی سرخ کرده یا سیب زمینی تنوری باشه. برای همین من یه دونه سیب زمینی رو تقریبا به ضخامت حدوداً 3 میلیمتر ورقه ورقه کردم و یه ترکیبی هم از روغن، پاپریکا، فلفل سفید، یه کوچولو آبیشم و پودر سیر درست کردم که سیب زمینی ها رو داخل این یه خورده همچین چربشون بکنم و زمانی که دارم استیکمو گریل میکنم اینا رو هم کنارش گریل بکنم که یه غذای کامل حسابی داشته باشه. همه مواد آماده کردیم، الان وقت گریل کردنه. اگر احیانا از این گریل های برقی خونه ندارید، به راحتی هم منقل میتونید استفاده کنید و از این صفحه مشبک بذارید روش. واسه استیک 3-4 تا نکته لازمه که حتما بدونید هر نوع استیکی. نکته اول، گوشت رو سریع یخچال در نیارید و استیک کنید، یا حدودا یه ساعت نیم ساعت زودتر بیرون بیارید که به دمای محیط برسه. اینجوری یه زمانی لازم نیست که بگذره تا گوشتتون گرم بشه بعد تازه شروع کنه پختن. مسئله بعدی، بعد از اینکه استیک پخت حدوداً 3-4 دقیقه وایسید که آب دوباره توی بافت‌های گوشت برگرده و به قول معروف میگن رست گوشت. گوشتتون یه خورده استراحت کنه و اون موقع گوشتتون ترد‌تر میشه. نکته بعدی، تو مدت زمانی که دارید استیک درست میکنید هی گوشت اینور اونور نکنید. بذارید یک سمتش قشنگ حدود مثلا حالا بسته به ضخامت گوشتتون 3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه یه ورش کاملاً گریل بشه، بعد از اون گوشتو برگردونید و طرف دوم گیرید. اگه میخواید استیکتون یه خوردن پخته بشه، اگه رو منقلم درست میکنید یا در قابلمه میتونید بذارید روش، یا اینکه اگه از این گریلای برقی دارید میتونید درش رو یه 4-5 دقیقه ببندید تا این قشنگ مغز پخت و آبدار از آب در بیاد. الان سیب زمینی و استیکمون آماده شده. تو همین فاصله، تو اون زمانی که گوشتمون باید استراحت بکنه، من نونمونم میذارم روی گریل تا یه خورده گرم و برشته بشه. خانم آقایون، دوستای عزیز تیوی پلاسی، ساندویچ استیکمون آماده است. امیدوارم اینو درست کنید، توی خونه اخوردنش لذت ببرید. یه خواهشی هم ازتون دارم، اگر این ساندویچ درست کردید ازش فیلم یا عکس تهیه کنید و به آدرس سایت ritmzendegi.com یا به آدرس اینستاگرام تیوی پلاس برای ما بفرستید. جای همتون رو خالی میکنم. برنامه بعدی هم یه غذای خوشمزه است، دوباره با هم درست کنید.